سلام، من ژکفر احمدی در استدیوی آزادی میزبان شما هستم. خوش آمدید. فعالان اسلامگرای پاکستان از پایان دادن اعتراضهای خود خبر دادند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که آنها با حکومت پاکستان در مورد استعفای وزیر قانون این کشور به توافق رسیدند. با این درگیری‌های مرگبار در اسلام آباد احتمالاً پایان یابد. اینها معترضانی اند که تظاهراتشان را از اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز کرده بودند. اما حالا سازماندهندگان این تظاهرات میگویند که به اعتراضهای خود پایان خواهند داد. در شهرهای مختلف پاکستان زمان راهپیمایی‌های گسترده صورت گرفت که حکومت پاکستان به روز شنبه بر ضد معترضان عملیات کرد. این اقدام پس از بسته شدن راه‌های اصلی ورودی به اسلام آباد از سوی معترضان صورت گرفت. معترضان میگفتند وزیر قانون پاکستان در متن سوگند نمایندگان پارلمان عبارت خاتم الانبیا را در مورد پیامبر اسلام تغییر داده است. تحریک لبیک یا رسول الله این تغییر را کفرگویی پنداشته و خواهان برکناری زاهد حمید وزیر قانون پاکستان شده بودند. آقای زاهد که به خاطر این موضوع عذرخواهی کرده و آن را یک اشتباه خوانده بود، دیروز استعفانامه خود را به صدر اعظم پاکستان پیشکش کرد. روسیه میگوید بمب افکن‌هایش پناهگاه‌های تروریستان را در سوریه هدف حمله قرار دادند. اما فعالان سوریه گفتند در بمباران طیاره‌های روسیه بالای یک قریه تحت اداره جنگجویان داعش به غیر نظامیان تلفات رسیده است. این تصویر را وزارت دفاع روسیه پخش کرده که چندین بمب‌افکن روسی از نوع Tu-22M3 را در حال پرواز نشان می‌دهد. وزارت دفاع روسیه گفته است 6 بمب‌افکن روسی دیروز بر فراز ایالت دیرالزور سوریه پرواز و اهداف گروه دولت اسلامی را در آنجا بمباران کردند. اما به باور گروه فعالان حقوق بشر سوریه، در نتیجه بمباران روز یکشنبه تیارهای روسی در قریه شافعه دیرالزور به غیر نظامیان تلفات رسیده است. این گروه که مرکزش در بریتانیا است گفته که در این رویداد 53 تن به شمول 21 کودک کشته شدند. این روشن نیست که آیا این همان حمله است که وزارت دفاع روسیه تصویرش را پخش کرده یا نه. رهبر کاتولیکان جهان امروز به میانمار رسید. هزاران تن برای دیدن پاپ فرانسیس بر رانگون، بزرگترین شهر میانمار سفر کردند. پاپ فرانسیس در حال این سفر 6 روزه‌اش به میانمار و بنگلادش را آغاز کرده که مسلمانان روهینگیا همچنان با بحران روبرواند. گردهمایی دوستداران رهبر کاتولیکان جهان در رانگون، آنها برای دیدن پاپ از نزدیک و استقبال او اینجا آمدند. از میان جمعیت 53 میلیونی میانمار حدود 660 هزار تن پیروان مذهب کاتولیکند. من بسیار خوشحال هستم زیرا این را پیش از این تجربه نکردم. پاپ فرانسیس در حال قرار است از میانمار به بنگلادش برود که مسلمانان روهینگیا همچنان با یک بحران روبروستند. از زمان آغاز خشونت‌ها در ایالت راخین میانمار از 25 آگست به این سو 620 هزار تن از این ایالت به بنگلادش گریختند. مقام‌های اندونزیا امروز در مورد فوران‌های بزرگتر آتش فشان آگونگ هشدار دادند. به گفته مقام‌ها بر اساس معلومات به دست آمده از مرکز نظارت از آتش فشان ممکن است فوران‌های بیشتر صورت گیرد. افزایش نگرانی ها به خاطر فوران آتش فشان آگونگ در جزیره بالی اندونزیا. سطح هشدار در اینجا به بالاترین سطح ممکن افزایش یافته است. میدان هوایی بالی امروز بسته ماند و پروازها هم مختل شدند. من اندک مایوس هستم به خاطر که 15 دقیقه پیش در اینترنت چک کردم و همه چیز تنظیم شده بود. حالا که اینجا هستم همه چیز بسته است و من معلومات رو بسیار نوقت به دست آوردم.
ترس مقام ها این است که مبادا خاکسترین آتش فشان به ماشین تیاره ها آسیب برساند. این سخنگوی اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی اندونزیا امروز به مردم خبر خوش نداشت، اما در مورد فوران های بزرگتر آتش فشان آگونگ هشدار داد. می دانید دیشب کی با عنوان میس یونیورس یا ملکه زیبایی جهان معرفی شد؟ دختر 22 ساله از افریقای جنوبی. مراسم به این مناسبت در لاس ویگاس برگزار شده بود. پیروزی دیمی لینل پیترز در رقابت تنگ و تنگ با لارا گونزالس. دیمی متولد افریقای جنوبی و گونزالس از کولومبیاست. دیمی به آرزویش رسید و تاج ملکه زیبایی جهان را بر سرش نهاد. او دیگر زنان را در بخش دفاعی خودی آموزش می دهد. از ایالت کیپ است و در بخش مدیریت تجارت در پوهنتون نارت ویست افریقای جنوبی آموزش دیده است. در مراسم دیروز در لاس ویگاس، لارا گونزالس در جایگاه دوم قرار گرفت و داوینا بینیت 21 ساله از جامائیکا سوم شد. تشکر که استدیوی آزادی را تماشا کردید. این مجموعه خبری 24 ساعت در فیسبوک و صفحه اینترنت مقابل تماشاست. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.